تروحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي لله. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشان. امید است که الله متعال سبحانه و تعالی زندگی من و شما را با قرآن همیشه داشته باشد و ما را با قرآن بمیراند و ما را با قرآن الله سبحانه و تعالی در روز قیامت محشور بگرداند و ما را الله سبحانه و تعالی از اهل قرآن که بهترین و خاص‌ترین بندگان الله هستند پروردگار عظیم الشان بگرداند. قرآن عظیم الشان رمز پیروزی مسلمان هاست. قرآن عظیم الشان، تمسک به قرآن و عمل به قرآن و تلاوت قرآن و پیاده نمودن قرآن عظیم الشان و به این انسان راضی بشه که قرآن عظیم الشان قانونی باشه برای انسان، در واقع انسان را به سوی خوشبختی و پیروزی دنیا و آخرت میرساند. اما برعکسش، اگر انسان از این قرآن دوری بکند، خودش را از قرآن عظیم الشان دور بگرداند، بدون شک که باعث بدبختی و ناکامی او در دنیا و آخرت خواهد شد. رسول الله علیه السلام می فرمایند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله متعال توسط این قرآن اقوام و گروه ها و مردمی را الله متعال عزت میده، برتری میده، مقام آنها را بالا میبره. کسانی که به قرآن عمل میکنند، قرآن را میخوانند، قرآن را مهجور قرار نمیدند و زندگی آنها زندگی قرآنی است، زبان آنها با قرآن عظیم الشان تر و تازه است، قلب آنها با نور قرآن و با نور ایمان منور است، الله متعال به اینها کامیابی میده، الله اینها را رفعت و بلندی میده، مقام میده، عزت میده، شرافت میده، بزرگواری به اینها الله متعال نصیب میکنه. اما و یضع به آخرین، گروه دیگر را الله متعال سبحانه و تعالی توسط این قرآن از بین میبره، آنها را خار میکنه، ذلیل میکنه، رسوا میکنه، در دنیا و آخرت بدبخت میشن و اینها افرادی هستند که قرآن عظیم الشان را به عنوان کتاب الهی پذیرفتند، قبول کردند، اما به قرآن عمل نکردند، ترک عمل به قرآن عظیم الشان نمودند. و بدون شک این که انسان از قرآن دوری بکنه باعث بدبختی او به دنیا و آخرت خواهد شد. الله سبحانه و تعالی من و شما را از این گروه و از این افرادی که به قرآن عظیم الشان عمل نمی کنند نگرداند و پروردگار عظیم الشان ما را در صف قاریان قرآن و عاملان قرآن الله متعال ما را محشور بکند و در صف آنها قرار دهد. بینندگان عزیز و گرامی، در این برنامه هم مثل برنامه های دیگر ما به بعضی از آیات خواهیم پرداخت، آیات را تلاوت خواهیم نمود و در ضمن تلاوت آیات و قبل از آن خوب است که به مسائل پیرامون تجوید هم اشاره بکنیم، تا ای که برای بیننده گرامی ما و برای کسی که ما را میبیند و صدای ما را میشنود، برای او تلاوت قرآن عظیم الشان سهل بشود، آسان بشود و به صورت درست بتواند قرآن عظیم الشان را تلاوت کند. چون تجوید برای تصحیح تلاوت و برای زیبا ساختن تلاوت، که کلام الله زیبا هست، انسان با صوت زیبا و با روش زیبا و با گونه زیبا این قرآن را تلاوت بکند، این میطلبد که انسان تجوید را بفهمد، مسائلی که مهم است در تجوید اینها را آشنا باشد. آنچه که در تجوید مهم است و می شود گفت به درجه اول، اگرچه مسائل دیگر هم مهم هست، اما آنچه که در تجوید بسیار مهم هست و باید فرد مسلمان و فرد قاری قرآن، فردی که قرآن عظیم الشان را تلاوت می کنه، این مسائل را بفهمد، دو چیز است. یکی که مخارج حروف را درست بفهمد، چون خیلی مهمه، و بعد از آن صفات حروف را به آن آشنایی داشته باشد. وقتی انسان
انسان مسلمان و قاری یا خواننده قرآن عظیم الشان این دو مورد را دانست، دیگه مسائل برایش آسان میشه، دیگه مسائل را انشاءالله خواهد دانست و برایش آسان تر میشه. اما این دو موضوع، این دو مسئله، نه این که بگویم سخت است، دشوار نیست، هیچ چیزی دشوار نیست، فقط نیاز به تمرکز بیشتر داره که انسان تمرکز بکنه و اینها را در ذهن خود نگه بداره و با تمرین میتونه که انسان اینها را در ذهن خود نگه بداره و بتوانه که به صورت درست آیات قرآن عظیم الشان را درست تلاوت بکنه. وقتی انسان مخارج حروف را بفهمه میدانه که چیگونه این حروف را ادا بکنه، صفات حروف را هم همچنان. وقتی انسان این دو چیز را دانست به صورت درست میتونه که کلام عرب که قرآن عظیم الشان به عربی فرستاده شده آن را درست تلفظ بکنه، حداقل درست تلفظ بکنه. بعد قواعد دیگری که برای زیبا ساختن تلاوت شما به کار هست آن مسائل هم مطرح میشه. بنابراین ما هم به اولین چیزی که خیلی مهم هست که مخارج حروف هست میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم که در هفته در هفته گذشته هم بنده بعضی از مسائل را کوتاه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردم. در این برنامه و در این قسمت از برنامه میخواهیم که یکی از مسائلی که در هفته گذشته کوتاه به آن اشاره شد که گفتیم مخارج به سه دسته در واقع تقسیم میشه، که یعنی خود این مخارج که حلق است، حلق و زبان و همچنان دو لب، اینها مخارج کلی است که دیگر حروف از اینها به شکل از اشکال ادا میشه و خارج میشه. و در ضمن آن دندان ها هم مهم هست که به شرح دندان ها هم در جایی که انشاءالله به مخارجی رسیدیم که ارتباط به دندان ها داشت، دندان ها را به مرحله اول توضیح خواهیم داد و آنها را معرفی خواهیم کرد. بعد از آن انشاءالله به دنبال آن همان مخرجی که ارتباط میگیرد به دندان، به زبان و دندان و یا این که به جفت یا خالیگاهی که در دهان انسان وجود دارد در آنجا مربوط میشه و یا در حلق مربوط میشه یا در هر جای دیگر، انشاءالله به شرح آن خواهیم پرداخت. اما امروز ما نیازی به دندان ها نداریم، فقط میخواهیم مخارج یا حروفی که از مخرج حلق خارج میشه به شرح اینها بپردازیم. اول از این حلق را در واقع علمای تجوید و علمای علم قرائت این را به سه دسته تقسیم کردن: انتهای حلق، وسط حلق و اول حلق. دو حرف از حروف عربی از انتهای حلق ادا میشه، دو حرف از وسط حلق ادا میشه و دو حرف دیگر از اول حلق، یعنی از ابتدای حلق، از شروع حلق ادا میشه. دو حرفی که از انتهای حلق ما از انتها شروع میکنیم که ادا میشه، اولا قبل از اینکه به اون دو حرف بپردازیم، این شش حرف را به صورت کلی حروف حلقی میگویند. همزه هست و ها هست، ها، هایی که ها دو چشمه، و ها و خا و عین و غین، هر کدام از اینها از دو تا از یک مکان، یعنی از انتها، دو تا از وسط و دو تا از اول حلق ادا میشه. به اینها حروف حلقی میگن و به اینها حروف اظهار هم میگویند که بعدا انشاءالله خواهیم پرداخت به شرحان و در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما آنچه که ارتباط میگیرد به انتهای حلق دو حرف است، یکی همزه است و یکی هم ها هست، اما ها دو چشمه ای که هست، ها جدا از ها هست. این دوتا از انتهای حلق ادا میشه، از اخیر حلق، از قسمت اخیری حلق که قسمت ابتدایی استخوان سینه انسان میشه، یعنی ابتدای سینه و انتهای حلق، از این قسمت دو حرف که همزه و ها می باشد ادا می شود. ما وقتی خواسته باشیم که یک مخرج از مخرجش، یک حرف را از مخرجش
آن را خارج بکنیم، نیاز داره که همان حرف را ساکن بکنیم و ما قبلش را، یعنی ما قبل این حرف ساکن را که همین حرفی که ما مقصد داریم، ما قبل آن را ما فتحه بدهیم یا آن را حرکت بدیم. مثلا وقتی خواسته باشیم که ما مخرج همزه را پیدا بکنیم، نیاز داریم که به یک حرف گذشتهش در یک حرف را در اول بگذاریم تا اینکه با این ضم بشه و بتوانیم مخرجش را پیدا بکنیم. مثلا ت ت اینجا تا میبینید فتحه دادیم برایش و بعد همزه هست. ما وقتی خواسته باشیم که مخرجش را ثابت بکنیم، مثلا در اینجا ت ا، خیلی درست واضح فهمیده میشه که این حرف از کجا ادا میشه. حرف از انتهای حلق ادا میشه. مثلا وقتی ت گفتیم، مثلا در آیات قرآن عظیم الشان فراوان هست که مثلا الله سبحانه و تعالی میگه که وقت الزکات، مثلا وقت الزکات، یا تأتونه تأتونه، مثلا یأتونه یأتونه تأتونه. وقتی ما این حروف را ادا می کنیم، در واقع ثابت میشه برای ما که همزه‌ای که در اینجا هست، وقتی ما آن را ساکن بکنیم، درست فهمیده میشه که این حرف از کجا ادا میشه. پس بناهن همزه از انتهای حلق ادا میشه و طریقش مثلا ت، و ما در این درس انشاءالله با آن اشاره خواهیم کرد. در هر جایی که رسیدیم که همزه آمد، خواهیم گفت که این حرف از کجا ادا میشه. و شاید هم از بعضی از بینندگان عزیز و گرامی بپرسیم که این همزه از کجا ادا میشه، و شما خواهید گفت که از اخیر حلق، از انتهای حلق ادا می شود. حرف دیگر ها هست که در بعضی از مناطق، در بعضی از کشورها با آن های نافی میگن و این های نافی اشتباه، ناف جای نیست برای ادای حرف، بلکه انتهای حلقه، انتهای حلقه و اخیر حلقه که اینها ادا میشه. مثلا ما همون قاعده ای که گفتیم این حرف را ساکن میکنیم و ما قبلش را حرکت میدیم، در اینجا استفاده میکنیم. مثلا در اهدنا الصراط المستقیم، اه اه اه، خیلی واضح فهمیده میشه. اه نمیگین، اه نمیگین، اشتباهه، بلکه میگین اه اه اه. وقتی اه گفتیم یا اه اه، خیلی واضح فهمیده میشه که این حرف از کجا ادا میشه، از انتهای حلقه. بناهن این حلق از انتهایش دو حرف ادا میشه. و این رو تمرین بکنین، یکی همزه مثل اه اه، یا ت ت ت ت اه اه، و همچنین ها ها که همان ها دو چشمه هست، و این هم مثل اهدنا الصراط المستقیم، مثلا یهدی یه 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 ته، مثلا اه، و حروف دیگری که از این قبیل هست ما آن را درست ادا میکنیم. مثلا در جایی که باز ساکن نباشه، حتی هدن، مثلا هدن، نمیگین اودن یا حدن، بلکه میگین هدن هدن، از انتهای حلق، از انتهای حلق آن را ادا میکنیم. این دو حرفی بود که ارتباط میگرفت به انتهای حلق. دو حرف دیگری که در وسط حلق ارتباط میگیره و اول حلق ارتباط میگیره، انشاءالله آن را با گونه واضح تر در برنامه های بعدی انشاءالله اگر پروردگار متعال بر ما توفیق بده این درس را هم تکرار خواهیم کرد. و موضوعات دیگری که به ارتباط به وسط حلق و اول حلق میگیره، آن را هم به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در برنامه آینده توضیح خواهیم داد. حالا اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم و بعدا انشاءالله با هم دیگر درسی از آیات کلام الله مجید را به خدمت شما با هم دیگر تلاوت بکنیم و با هم دیگر انشاءالله بخوانیم تا اشتباهاتی که هست گرفته بشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن
ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ای مومن، خصلت‌های ایمان را در خود جمع کن. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه با همدیگر آیاتی را از کلام الله مجید از سوره مبارکه بقره تلاوت خواهیم کرد و آن را با همدیگر آهسته آهسته مرور خواهیم نمود تا اینکه اگر مشکلاتی هست از تلاوت ما دور بشه و تلاوت ما صحیح و خوب انشاءالله پا بر جا بمانه. آیاتی که امروز تلاوت می‌کنیم از سوره مبارکه بقره جزء دوم از آیه 164 تا آیه 169 انشاءالله با هم دیگر تلاوت خواهیم کرد. بینندگان عزیز و گرامی را تقاضا می‌کنم که توجه داشته باشند. انشاءالله به آیات با هم دیگر آیات را کلمه به کلمه و آیه به آیه تلاوت خواهیم کرد. از آیه 164 شروع می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این زیاد تکرار شده و همچنین این نهی که در اینجا میبینید همزه هست. مواظب باشید همان قاعده ای را که ما در درس تجوید گفتیم در اینجا آن را به کار بگیرید. این از انتهای حلق این همزه را ادا میکنید. این نون در اینجا میبینید مشدده و غنه میشه. این فی خال خا با لام در اینجا وصل میشه. خال قس قاف با سین وصل میشه. خلق السماواتی ان فی خلق السماواتی والارض اینجا همزه باز هم همان قاعده را به یاد نبرید. ارضی والارضی وخ واو که در اینجا میبینید با خا وصل میشه. وخ تلافی فا با لامی که در اینجا میبینید وصل میشه. وخ تلافیل فیل فی اللیل واختلاف اللیل والنهار اینجا هایی که میبینید همان قاعده که از انتهای حلق ادا میشه، از یاد نبرید. والنهار واو در اینجا با نون وصل میشه. والنهاری با لام وصل میشه. فا با لام دیگر وصل میشه. والفلکی اینجا کاف با لام وصل میشه. کلتی والفلک التي تج اینجا جیم میبینید که در اینجا ساکن هست و قلقله میشه.
تکان میدین، حرکت میدین حرف را. تج تج تجری تجری تجری. فل فا با لام وصل میشه، با با ها وصل میشه. فل بحر فل بحر فل بحر فل بحر. بما 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 بما. ین اینجا نون ساکنه، بعد از نون ساکن فا آمده و فا از حروف اخفا هست، اخفا میکنین. ین 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 فعو ین فعو ین فعو ین فعو. اینجا عین با نون وصل میشه. عن ناس عن ناس عن ناس. بما ينفع الناس. وما وما وما. اینجا مد منفصل هست، به اندازه چهار حرکت مد میکشین و دو حرکت هم جایزه. وما انزل الله ان ان. اینجا نون ساکنه و بعد از نون ساکن زا آمده، زا از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. ان 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 زلل زلل. اینجا لام با لام وصل میشه. لالله لالله لالله. و ما انزل الله می نسماء. نون با سین وصل میشه. می نس نس نس. سماء ماء. من السماء. مد متصله، به اندازه چهار حرف و انتهایش پنج حرف مد میکشیم و کمتر از آن درست نیست. من السماء مم ما مم مم. بعد از نون ساکن میم آمده و اینجا ادغام میکنیم، چون میم از حروف یرمولونه و حروف یرمولون حروف ادغام هست، یا رام میم لام و نون. بعد از نون ساکن میم آمده و میم از حروف یرمولون حروف ادغام، ادغام میکنیم. میم میم. گوی اصلا نونی در اینجا نیست، به این شکل میخوانیم. میم میم ما ما. اینجا مد میکشیم، یعنی طولانی میکنیم حرف را به اندازه چهار الی پنج، پنج حرف. ما این میم ما این میم ما این. اینجا همزه هست و همزه میبینین که در اینجا تنوین داره و تنوین بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. بنان میخوانین میم ما این ف ف اح اح اح. ای همزه را که میبینید از انتهای حلق ادا میشه. ف اح یا ف اح یا ف اح یا ف اح یا. به بهل. اینجا ها از حروف حلقی هست و از انتهای حلق ادا میشه، همچنان که ما در درس تجوید با اشاره کردیم. هل هل. اینجا ها با لام وصل میشه. بهل ار ار د ار با ار با. اینجا همزه هست و همزه از انتهای حلق ادا میشه. ار با ار با. بعد بعد. با با عین وصل میشه. بعد. مو مو تها مو تها مو تها. ایها از حروف حلقی هست، از انتهای حلق ادا میشه. و بث و بث. با با ثا وصل میشه. و بث و بث. فیها فیها فیها.
این ها از حروف حلقی است و از انتهای حلق ادا میشه. من بعد از نون ساکن کاف آمده و کاف از حروف اخفا هست، بناهن اخفا میکنیم. من کل کاف با لام کل وصل میشه. دبتین اینجا هم مد متصل هست و 4 الی 5 حرف آن را طولانی میکنیم و آن را مد میکشیم. دبتین بعد از تنوین در اینجا واو آمده و واو از حروف یرملونه و ادغام میکنیم. دبتو تو تو و تص تصریفی و تصریفی و تصریفی اینجا فا با را وصل میشه. و تصریفر فر ریاحی فر ریاحی فر ریاحی و تصریف الرياح. وس واو بسين واصل مشى. والسحاب با باللام واصل مشى. والسحاب المسخري سين با خا واصل مشى. سخری المسخری و السحاب المسخری بین السماء. نون در اینجا با این سینی که در اینجا هست وصل میشه. بین السماء در اینجا سما مد متصل، 4 حرف و الی 5 حرف مد یا آن را طولانی می کنیم. والارض اینجا چنانچه در این درس هم ارد گذشت توضیح دادیم که اینجا همان همزه هست، مواظب باشید. لآیاتین اینجا می بینید که همزه هست همچنان. لآیاتین بعد از تا که تنوین داره میبینین لام آمده و تا را با لام وصل میکنیم. لآیاتیل تل 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 لقومن اینجا میم تنوین داره و بعد از تنوین یا آمده و یا از حروف ادغامه، بناهن ادغام میکنیم میم را در یا، میگن که یعنی این دو حرف را با هم داخل میکنیم. لقومی یعقلون این از آیه 164 میرویم به سراغ آیه 165. و منن نون با نون وصل میشه و غنه هم میشه، یعنی صدا را از خیشوم یا استخوان بینی آن را خارج میکنیم. و من الناس من بعد از نون ساکن یا آمده و یا از حروف ادغام هست، ادغام میکنیم. من نمیخوانیم بلکه میخوانیم من یتخذو یا با تا در اینجا وصل میشه. یتخذو من بعد از نون ساکن دال آمده و دال از حروف اخفا هست. من دون الله اینجا نون با لام وصل میشه. من دون الله انداد بعد از نون ساکن دال آمده و دال از حروف اخفا هست، اخفا میشه. و در اینجا
دال میبینید تنوین داره و بعد از تنوین یا آمده و یا از حروف ادغام هست، بناهن دال در یا داخل میشه، ادغام میشه. میخوانین دی دی ان دا دی ان دا دی یحبونهم. یحب اینجا ها با وصل میشه، یحبونهم یحبونهم. اینجا های هم که میبینید همان قاعده را از یاد نبرید که ها از حروف حلقی هست و از انتهای حلقه دا میشه. که حب الله ها با لام وصل میشه. که حب الله والذین واو با لام وصل میشه. والذین آمنوا. اینجا همزه را فراموش نکنید که از انتهای حلقه دا میشه. آمنوا. اینجا این علامه را که میبینید علامه مد منفصله و در اینجا به اندازه 4 حرف و حد اقلش 2 حرف مد میکشیم. جایزه آمنوا اشدو. شین با دال وصل میشه. اشدو. حبن. اینجا بعد از تنوین که این بارا که میبینید تنوین داره، بعد از تنوین لام اومده و لام از حروف ادغام هست، بناهن ادغام میکنیم. حبل لله. اینجا هم بلی هم که میبینید به معنای اینه که یعنی در اینجا وقف اولا هست و بهتر اگر وقف کنید. و لو یرا الذین، را با لام وصل میشه. ولو یرا الذین ظلمو. اینجا مد منفصل هست. ظلمو در صورتی که با این وصل بکنیم. ظلمو اذ. اینجا همزه را که میبینید همچنان توجه داشته باشید که از انتهای حلق ادا میشه. اذ یرون. خب این اذ یرون را نون را میبینید در اینجا با لام وصل میشه. اذ یرون نل عذاب. اذ یرون العذاب. ان اینجا نون با لام وصل میشه. ان نل قو. قاف با واو وصل میشه. ان القوت قوت قوت. ان القوت لله لله. جميعا. بعد از تنوین در اینجا میبینید واو آمده و واو از حروف ادغام هست، ادغام میکنیم. عین را با واو در اینجا که میبینید با همدیگر این دوتا را ادغام میکنیم، یعنی داخل میکنیم. جمیع او او او. و ان همزه از انتهای حلقه دا میشه. ان همزه با نون وصل میشه، نون با لام وصل میشه. و ان الله و ان الله و ان الله. شدید. دال با لام در اینجا وصل میشه. دل عذاب. شدید العذاب. شدید العذاب. شدید العذاب. این هم از آیه 165 سوره مبارکه بقره. می رویم به سراغ آیه 166. اذ تبر. اینجا با را وصل میشه و همزه ای که می بینید با لام وصل میشه. تبرأ الذین
تبرأ الذين تبرأ الذين اذ تبرأ الذين. اینجا نونی که میبینید با تا در اینجا وصل میشه. نتبعو نتبعو اذ تبرأ الذين نتبعو اذ تبرأ الذين تبعو من الذين. نون با لام وصل میشه. من الذين اینجا نون با تا. نتبعو نتبعو من الذين تبعو من الذين تبعو. ورأوا العذاب ورأوا العذاب. ر جدا ا و واو در اینجا میبینید پیش داره یا ضمه داره با لام وصل میشه. ول 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 عذاب ورأ ول عذاب ورأ ا. اینجا یادتان باشه که همزه هست در اینجا و این همزه با این همزه با از انتهای حلقه دا میشه. ورأ رأ ول عذاب ورأ ول عذاب. وتقط تقط تقطعت تقط قاف با تا. و گویا که در اینجا دو تا تا هست، یکی ساکن یکی متحرک. تقط تقط یک طاعت تقط طاعت. وتقطعت 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 ب ه ه. اینجا فراموش نکنید که ه در اینجا باز هم از حروف حلقی هست و از انتهای حلق ادا میشه. ب ه مل مل مل. میم در اینجا با این لام وصل میشه. مل اس باب اس باب اس بابو به مل اس بابو. این همزه فراموش نکنید که باز هم همزه هست، از انتهای حلق ادا میشه و با این سین وصل میشه. به مل اس بابو و تقط طاعت بهم الاسباب. این از آیه 166. می رویم به سراغ آیه 167. و قال الذين و قال الذين. لام با لام وصل میشه و قال الذين. نون با تی با تایی که در اینجا هست وصل میشه. نتبعو نت تبعوا وقال الذين اتبعوا لو لو ان ان ان. همزه فراموش نکنید از انتهای حلق ادا میشه. ان در اینجا هم غنه میشه چون نون ساکنه، نون مشدده، بنا ان غنه میشه، صدا از بینی یا از خیشوم خارج میشه. ان لنا 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 کر. اینجا کاف با را و را جداگانه، یک بار با کاف خوانده میشه یک بار جدا خوانده میشه. کر کر رتن کر رتن کر رتن کر رتن لنا کر رتن. اینجا تا که میبینید در اینجا تنوین داره و بعد از تنوین فا آمده و فا از حروف اخفا هست، بنان اخفا میکنیم. کرتن کرتن کرتن. ف ن ت بر ر ا ف ن ت بر ر ا بر ر ا بر ر ا. ف ن ت بر ر ا ف ن ت بر ر ا ف ن ت بر ر ا. من هم من هم. بعد از نون ساکن ها آمده و ها فراموشیتان نشه که از حروف حلقی هست، از انتهای حلق ادا میشه. و بعد از این نون ساکن هم ها آمده و ها از حروف حلقی هم هست، چنانچه بیان کردم از حروف اظهار هم هست. بنابراین اینجا نون ساکن را ما اظهار میکنیم. من هم من هم. کما کما کما
تبرعوا 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 كما تبرعوا كما تبرعوا. اینجا با بر را وصل میشه و این همزه هم فراموشیتان نشه که از انتهای حلق ادا میشه. تبرعوا منا منا. اینجا نون مشدده، تشدید داره. این تشدید را در اینجا میبینید، مشدد، نون مشدد هست، تشدید داره. بنابراین در اینجا غن نمی کنیم نون را. منا منا. این قیلی هم که میبینید به معنای این که اگر وقف نکنید، وقف کنید بهتره. کذالیک کذالیک کذالیک. یوریهم الله یوریهم الله. اینجا ها از انتهای حلق ادا میشه. مالله. این میم هم که میبینید با لام وصل میشه. یوریهم الله یوریهم الله. اعمالهم اع در اینجا دو حرف از حروف حلقی هست که عین را انشاءالله در درس بعدی با آن توضیح خواهیم داد. حالا این را متوجه باشید که همزه از انتهای حلق ادا میشه. اع اعمالهم اعمالهم اعمالهم. حسرات 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 حسرات. اینجا تا میبینید که منون هست، تنوین داره و بعد از تنوین عین آمده. عین هست حروف اظهار هست، بنابراین اینجا را ما اظهار میکنیم، این تا را اظهار میکنیم. میگین حسرات تن واضح آن را ادا میکنیم. حسرات علیهم علیهم. سیلی هم که میبینید به معنای این که وصل بهتره، بنابراین ما هم وصل میکنیم، میخوانیم حسرات علیهم و ما هم و ما هم و ما هم. بعد از میم ساکن با آمده و با در میم ساکن از حروف اخفا هست، در میم ساکن از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. و ما هم و ما هم بخارجین بخارجین بخارجین. من النار من النار. نون با نون در اینجا وصل میشه. من النار. خب این هم از آیه 167 سوره مبارکه بقره. میرویم به سراغ آیه 168. یا ایها الناس. ای اینجا یا در اینجا که میبینید یا اولا اینجا مد منفصل هست و بعد از آن همزه هست. همزه را که میبینید اولا همزه از انتهای حلق ادا میشه، فراموشیتان نشه. بعد همزه با یا وصل میشه. ای و هایی که در اینجا میبینید اولا از حروف حلق است، از انتهای حلق ادا میشه و اینها با نون وصل میشه. هنس یا ایها الناس. کلو کلو میم میم با میم وصل میشه و میم غن نمیشه. میم میم فیل فیل ار ارض ارض الارض فیل ارض. اینجا همزه را فراموش نکنید که از انتهای حلق ادا میشه، از حروف حلقی است. فی الارض حلالا حلالا حلالا. اما اینجا در صورت حلالا خواندیم که به صورت تنهایی یا وقف بکنیم، اما در صورت وصل بکنیم اینجا میبینیم که لام در اینجا منونه، تنوین داره و بعد از آن هم که تنوین داره میبینیم که بعد از این تنوین تا آمده و تا از حروف اخفا هست، بنان ما هم اخفا میکنیم. حلالا حلالا طی طی طی. تا با یا وصل میشه. طیبا طیبا طیبا. و در اینجا هم میبینید که با منون تنوین داره و بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف یرملون، از حروف ادغامه و ما هم بناچار با را با واو
ادغام میکنیم، داخل میکنیم، با هم میخوانیم، میگیم که بو بو طیب و طیب و ولا 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 تت تا با تا تتبعو تتبعو ولا تتبعو خطو خطو و خطو و تی تی در اینجا تا با شین وصل میشه تش 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 شی شی الشيطان خطوات الشيطان خطوات الشيطان جيم هم که میبینید به معنای علامت وقف جائز، اگر وقف کنیم در اینجا برای ما جائز هست. انه انه اینجا اولا همزه فراموش نکنین که همزه از انتهای حلقه دا میشه، بعدش در اینجا نون میبینین که مشدده، تشدید داره، بناهن اینجا ما غنه میکنیم. اینهو اینهو لکم 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 عدو عدوون عدوون دال با واو در اینجا وصل میشه و عدوون عدو دو دوون دوون عدوون عدوون و بعدا میبینیم که در اینجا واو منونه، تنوین داره و بعد از این تنوین میم آمده و میم از حروف ادغام هست، از حروف یرمولون هست، حروف ادغام 6 تاست یرمولون و بعد از این تنوین وقتی از حروف یرمولون آمده ادغام میکنیم، واو را با میم داخل میکنیم. ووم ووم اینجا میخوانیم عدوون عدوم مبین عدوم مبین. یک بار واو را با میم تلفظ میکنیم، یک بار میم را تنهایی تلفظ میکنیم. عدوم مبین. این از آیه 168 سوره مبارکه بقره. آیه 169 انما انما اینجا همزه هست، فراموش نکنید، از انتهای حلقه دا میشه. اینما نون مشدده قن نمیشه. اینما یه همزه هست، در اینجا هم همزه از انتهای حلقه دا میشه. یه مروکم یه مروکم یه مروکم بسوئه بسوئه با سین وصل میشه و بعد از آن هم در اینجا مد متصل صورت میگیره، یعنی اینکه به اندازه 4 حرف و انتهایش 5 حرف مد میکشیم و کمتر از آن جایز نیست. بسوئه بسوئه والفح 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 شائه وال اولا هو با لام وصل میشه، بعد فا با ها و اینجا هم مد متصل هست، به اندازه 4 الی 5 مد میکشیم. والفحشائی والفحشائی و ان ان بعد از این نون میبینید که نون در اینجا ساکنه، یعنی حرکت نداره و بعد از این نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم نون را. وَأَن 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 تَقُولُ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لام را با لام وصل میکنیم. لَلَّهِ لَلَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا مَا لَا تَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ما لا تعلمون. این هم از آیه 169 سوره مبارکه البقره. بینندگان عزیز و گرامی، با هم دیگر از آیه 164 تا آیه 169 تلاوت کردیم. حالا اجازه بدین که همین آیات را با هم دیگر بشنویم و میان برنامه را ببینیم و بعدا ان شاء الله در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار بگیریم. أعوذ بالله من
الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما
ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد وعمر بيوت الله لا ترك لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد وعمر بيوت الله لا ترك لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد زود حياتك طاعة إن الصلاة
تلا خير زاد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد. زود حياتك طاعة إن الصلاة لا خير زاد. للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روخانی قرآن عظیم الشان. بحثی از تجوید به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان نمودیم در مورد مخارج حروف و قسمتی از حروفی که ارتباط به مخرج حلق می گرفت، که صحبت کردیم که دو حرف از انتهای حلق ادا میشه که همزه و ها هست، که هر کدام از اینها توضیح دادیم. و همچنین آیاتی از سوره مبارکه بقره از آیه 164 تا آیه 169 با هم دیگر تلاوت کردیم و به هر حال تلاوت شد. امیدواریم که بینندگان عزیز و گرامی انشاءالله که تعقیب کردن حتما. و حالا با هم دیگر تماس ها را میگیرین و صدای بینندگان عزیز و گرامی را با همدیگر میشنویم. امیدوارم که همین آیات را تلاوت بکنند و اگر کدام آیات دیگری هم تلاوت میکردند اشکال نداره، اما بهتر در اینه که درسی که خوانده میشه همان درس تلاوت بشه. خب، اولین تماس را با همدیگر میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رومیسه هستم از ایران. بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ از آیه 164 شروع کنم؟ بله، از آیه 164 تا آیه اخیر آیه 165. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تشكر لكم خارج الله. ما شاء الله، زيبا بود. تشكر لكم. علیکم السلام و رحمت الله. فقط خواهر گرامی، بعضی از نکات متوجه باشین انشاءالله برای شما از طریق تلویزیون گوش بکنیم. در مورد دابتین اینجا را متوجه باشین و همچنان در مورد الریاح را در اینجا
ترقیق یعنی باریک خوانده میشه و همچنان در والسحاب المسخر وقتی که والسحاب المسخر استاد کردین بعد که شروع کردین مسخر گفتین المسخر وقتی که خواسته باشین باز از ابتدا شروع بکنین المسخر بین السماء والارض. جزاکم الله خیر بالی هم رفته ماشاءالله تلاوت شما زیبا بود و لهجه شما هم ماشاءالله خیلی خوب بود. الله متعال سبحانه و تعالی برکت بده بر شما. خب تماس دیگر را بشنویم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایین. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر جزاکم الله خیر. شما خوبین؟ من هستم از کردستان محمدی. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ بله. ماشاءالله. میخوای کجا رو بخوانی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. اعوذ بالله من العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك يا كنستعين يا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آفرین آفرین ما شاء الله. چند ساله هستی؟ چهار ساله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله متعال عمرت رو برکت بده. شما خیلی دوست دارم. آفرین ماشاءالله. خداوند تو رو دوست داشته باشه. ما هم تو رو دوست داریم. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. تشکر از والدین گرامی ای کوچولو. الله متعال سبحانه و تعالی با عمر این برکت بده و برای شما هم توفیق بیشتر عنایت بکنه. ماشاءالله خیلی خوب بود سوره پاره جزی از سوره اخلاص و همچنان سوره مبارکه فاتحه را تلاوت کرد. ماشاءالله خیلی خوب بود. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. من خواستم سوره اولی بقره را خونم. از اول سوره بقره درسته؟ بله بله. بسیار خوب بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. تشکر از شما. جزاكم الله خیر برادر گرامی. برادر گرامی شما از اول برنامه بیننده بودید. خب متاسفانه تماسشان قطع شد. برادر گرامی اگه توجه داشته باشین ما در اول برنامه هم پیرامون حمزه صحبت کردیم، گفتیم بی از انتهای حلقه قدم میشه توجه داشته باشین در اولائک یکی در اینجا و همچنین در یؤمنون درست آن را متوجه باشین که حمزه هست در اینجا و از انتهای حلق ادا میشه. خب تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام، من عایشه مجیدی هستم. خوب این حالتون خوبه؟ تشکر سلامت باشین خواهر گرامی. تشکر از شما. میتونم سوره نور رو بخونم؟ بله بله اشکال نداره بفرمایید. تا
آیه 15 میخوام بخونم. از آیه اول سوره نور تا آیه 15، درسته؟ بله. بسیار خوب. بله بفرمایید. بله. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة ذنبات ولا تأخذكم بهما رأفات في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تبوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكونوا لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويحفظوا عنها العذاب عند الشهادة الأربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذين تولى كبره منهم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمساكم فيما أفزتم فيها عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو هينا وهو عند الله العظيم. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. خواهر گرامی، خواهر گرامی، شما تلاوت از کدام قاری خاصی گوش می دهید؟
فقط از همین شبکه در وقتی که قاریان مختلفو که میذارین صداشون رو تمرین میکنن. خیلی خوبه. ولی خواهر گرامی اگر یک قاری که آهسته میخوانه و خاص یک قاری را دسترس بگیرین و بعدا گوش بکنین، یعنی مفیده برای شما. بله تو رمضان خیلی تمرین کردم. یه سوال دارم استاد. میخوام بپرسم که چطوری باید حفظ کنم؟ آخه چند تا سوره کوچیک حفظ کردم ولی سوره بزرگ رو نمیتونم حفظ کنم. بسیار خوب، تشکر از شما خواهر گرامی. سلامت باشید. تشکر، جزاکم الله خیر. ولی خواهر گرامی تلاوت شما خوب بود اما اشکالات به هر حال وجود داشت. بعضی ها گفتم و اکثرا آن را سکوت کردم. کوشش بکنین که از تلاوت ها استفاده بکنین، از تلاوت های قاری های مشهور استفاده بکنین و این برای شما بسیار مفیده. هرچی که شما تلاوت را بیشتر گوش بکنین برای شما تمرین میشه و تلاوت شما روانتر و زیباتر و خوبتر میشه. انشاءالله همین برنامه را هم تعقیب بکنین و درس های تجوید را به خصوص بسیار متوجه باشین. جزاکم الله خیر. خب تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید. تشکر از شما، سلامت باشین. بقره رو میخونم. همین آیاتی که ما خواندیم درسته؟ نعم سرش. بفرمایید از آیه 166 شروع بکنین تا آیه 169. بله؟ از آیه یکی مش میخونم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاكم الله خير برادر گرامی، تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. جزاكم الله خير، تلاوت شما خوب بود. اما در یک نکته، من قبلک وقتی که استاد میکنه من قبل نگین، کاف از پیش شما نمانه. من قبلک فقط حرکت اخیر را میاندازیم، حرف انداخته نمیشه. من قبلک بعد باز شروع میکنه. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشین، تشکر از شما خواهر گرامی، بفرمایید. آیشه هستم از ایران. بله بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ میخوام سوره الرحمن بخونم. سوره الرحمن، بسیار خوب. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالنَّخْلُ
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار وخلق الجان جان وخلق الجان من مارج من النار من نار من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. خواهر گرامی تشکر از شما، جزاکم الله خیر. چون بیننده های زیادی پشت خط هستن از شما معذرت خواهی میکنم و ماشاءالله تلاوت شما زیبا بود، خیلی تشکر از شما. تشکر، اگر کدام حرفی داشته باشین. خدا نگهدار، سلامت باشین. تشکر از شما. و بیننده های عزیز و گرامی، چون بیننده های زیادی پشت خط هستن، باز از دست ما شکایت نکنن، کمی اگر کمتر باشه و ما تعیین کردیم در صفحه که درس دادیم نصف کردیم، نصف یکی از بیننده ها بخونن، نصف را از دیگر بیننده ها، اگر دیگه جو هم میخوانن بیشتر از نصف صفحه کوشش بکنن که نشه. خب تماسی را میشنویم. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. من خواهم که سرش آرام بخونه. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوب، میشنویم، بخوان. الحمدلله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. چند ساله هستی؟ دعا کنید، ما شما را خیلی دوست مادر بخواهدی مادرم خواهد. خیلی خوب خیلی خوب، باشه بخوانم. تشکر، ما هم طور دوست داریم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما خواهر گرامی با این تربیه خوب شما. ما خیلی از برنامه های شما رو گوش میکنیم، ما خیلی از برنامه های شما فرزنده بودم، خیلی قرائت قرآن رو یاد گرفتیم خواندیم. من میخواهم سوره یاسین رو خونم. بفرمایید بفرمایید. سوره یاسین. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أقلالا فهي إلى الأسقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيدي سدا ومن خلف سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جزاكم الله خير. آمين. ما در کسی ربان کسی تاری نیستیم، ما تن ما از این تلویزیون همین تازی خوندن را یاد گرفتیم، چی خطایه باشد.
جزاکم الله خیر، جزاکم الله خیر. تماس شما قطع شد خواهر گرامی، ماشاءالله خیلی خوب بود. فقط یعنی چون جز جز میخواندین، یعنی کلمه به کلمه میخواندین، کوشش بکنین کمی روانتر باشه دیگه. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. الله متعال به عمر شما برکت بده و با این تربیه سالم شما که طفل شما ماشاءالله بسیار زیبا خوند سوره مبارکه فاتحه را، الله متعال به شما و به فرزند شما زندگی نیک و در آخرت هم الله متعال شما را در صف انبیا و شهدا و صالحین الله متعال سبحانه و تعالی محشور بکنه همه ایمان شما را. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم ماموسا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی برادر عزیز بفرمایید، میخواین تلاوت بکنید؟ کردی صحبت میکنم، فارسیم خیلی خوب بلد نیستم ولی از کردی صحبت میکنم. خیلی خوب، میخواین تلاوت بکنین؟ میخوام سورة المعون بخون برای بفرمایید. بله بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحوض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير برادر گرامی، تشکر از شما. تشکر. خیلی ممنون دست شما برنکنید. سلامت باشین. تشکر از شما. ماشاءالله زیبا بود. و بینندگان عزیز و گرامی، بعضی از برادران و خواهران که تماس میگیرن و تلاوت میکنن، احیانا در بعضی از موارد بنده اشاره میکنم، یعنی بعضی از نکات را میگم همان لحظه. این به این معنا نیست که اگر اشتباهات دیگری وجود داره من آنها را تصحیح بکنم یا بگم که درسته، اینها اگر اشتباه خواندن هم درسته، چون به خاطری که بعضی از بینندگان عزیز و گرامی دل سرد نشن یا ای که به هر حال خسته نشن که ای بار بار کلمه به کلمه با اونها تکرار بکنم، به این واسطه بعضی از کلمات را میگم و بعد از اون که تعلیق دادم که توجه داشته باشن به این معنی که یعنی بعضی از اشتباهات دیگری هم بوده که بنده با آنها اشاره نکردم. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی بفرمایید. از کدوم آیه بخیر طلب شما؟ از آیه 165، از آیه 163، از آیه 164، از ان فی خلق السماوات، از اول صفحه بخونید. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. جزاكم الله خير. تشكر شما خواهر گرامی. تشکر از شما. بعرض معذرت خواهر گرامی، چون قرار بر این شد که نصف صفحه نصف صفحه کل بیننده ها مشارکت داشته باشند. تشکر از شما. ممنون. استاد خدا نگهدار. سلامت باشین. ماشاءالله تلاوت شما خیلی خوب بود. الله متعال به تلاوت شما برکت بده. ماشاءالله خیلی زیبا بود. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. ما از شما کجا؟ خیلی خوب بفرمایید. بدخواهی میخوام. میخواین از آیه چندم میخوانین؟ از کجا؟ بسم الله. از کجا میخواین تلاوت بکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. زیبا بود. تشکر از شما. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. خب این تماس هم متاسفانه قطع شد. تماس بعدی. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. میخوام تلاوت قرآن کنم. بله خیلی خوب بفرمایید. سوره یاسین. سوره یاسین بفرمایید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و علیکم السلام. صدای تلویزیون رو ببندین خواهر گرامی، از تلفن گوش بکنیم صدای ما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جزاكم الله خير. تشكر شما خواهر گرامی. خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تشكر شما خواهر گرامی. جزاكم الله خير. تشكر شما. تلاوت شما خوب بود. ما شاء الله ما شاء الله. الله متعال برکت بده در تلاوت شما. تشکر از شما.
سلامت باشین احمد. تشکر از شما، سلامت باشین. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، برادر گرامی بفرمایید. السلام علیکم آقا فاضل، مخلص شما، حال شما؟ تشکر از شما، شما خوبین آقا محمد عزیز؟ آقا عبدالله، بله. خیلی ببخشید. الحمدلله، تشکر، شما خوبین، سلامتی؟ جزاکم الله خیر. دلم تاکید بر اون اتم زنده دم مثلا کردم با شما تواصل گیرم. ماشاءالله آش خانم خوندش این اختم دوباره خوندش از کار دستان درسته. تشکر از شما بیننده گرامی، تشکر از شما عبدالله عزیز، تشکر. خوبی که الله خسته نباشید. تشکر از شما. سلامت باشین، لطف دارین. تشکر از شما. خیلی خوشحال شدم وای فاطمه سر زدم شدم خیلی باور کن نه خیلی سعی کردم ما فقط تواصل کنیم مثلا هم قسمت نشد اما خب برنامه رو من پیگیری می‌کنم نگاه می‌کنم. سلامت باشین، تشکر از شما، دعا شما با ما باشه. تشکر. با اون دعا کنه دیگه وای فاطمه، شما افتخار مایید. حتما ان شاء الله، شما همچنین دعا بکنید. جزاکم الله خیر. خدا نگهدارت باشه. در پناه الله باشید. تشکر. شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. تشکر از شما، سلامت باشین. جزاکم الله خیر آقا عبدالله عزیز. و تماس بعدی رو می‌شنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، از کجا صدا تلویزیون رو ببندین بیننده گرامی. خب تماسشون قطع شد، تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ من از تاجیکستان. بله بفرمایید. میخوام قرائت کنم. ماشاءالله، بفرمایید از کجا میخواین تلاوت کنین؟ سوره علق. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده گرامی صدای تلویزیون رو ببندین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليبغى. الله استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. الذي علم بالقلم. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. أبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. صدق الله العظيم. جزاك الله خير، تشكر شما، جزاكم الله خير، زيبا بود ما شاء الله، تشكر. کدام گفتنی دیگر ندارین؟ خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب تماسشون قطع شد، تماس بعدی. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم، خدا حافظت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید. برادر حسام واحد از اهواز. جزاكم الله خیر، تشکر از شما، بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین؟ آره، من داشتم برنامه سال عربی نگاه میکردم، یه با یه دفعه سال فارسی رو گرفتم، دیگم دیدم تلاوت میخواستم بکنم. خیلی خوب، بفرمایید کجا میخواین تلاوت بکنین؟ درس ما از آیه 164 تا آیه 169 سوره مبارکه بقره بوده. شما از کجا میخواین تلاوت بکنین؟ همونو میخونم. بفرمایید. یه لحظه. باش، بفرمایید. آیه
صفحه 25 از مصحف مدینه، صفحه 25 از از آیه 167 شروع بکنیم. و قال الذين اتبعوا تا آخر است، تا آخر صفحه. بفرمایید شما تعوذ بالله بسم الله بکنید، ان شاء الله صفحه هم پیدا میشه. بفرمایید. تدو 67 در روی صفحه تلویزیون حتما مشاهده میکنید. آره. اعوذ بالله من الشیطان، فقط از خدا میخوام کریانه باشه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بهم الأسباب. بهم الأسباب. بهم الأسباب. برادر گرامی، به به بهم الأسباب. بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جزاكم الله خير. تشكر شما برادر گرامی. تشكر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. برادر تسمستان از عباس موحد هم استم. خیلی هم نازل. من داشتم در سال عربی مقام کنم. عبدالله الدوسری. تشكر شما برادر گرامی. جزاكم الله خير. الله متعال در تلاوت شما و در زندگی شما برکت بده. تشکر از شما. نیاز دارم به دعایتون، هم نیاز دارم برادر. سلامت باشین. تشکر از شما. لا تنسونا من دعاکم، لا تنسونا من دعاکم. ان شاء الله، ان شاء الله. جزاك الله خیر. و بیننده گرامی، برادر گرامی، آقا موحد عزیز، ببینین شما احیانا این حرف شما کاملا یعنی میشه از جهتی گفت به جا هست که ریا نشه، اما در تعلیم علم ریا نیست. انسان خواسته باشه علم رو بیاموزه و بعد یا تلاوتش تصحیح بشه یا حتی روایتی خوانده او تصحیح بشه یا علمی که آموخته اون را تصحیح بکنه، در این ریا نیست. مواظب باشید که از این دروازه شیطان بر شما وارد نشه. و کل برادرای گرامی را میگم و کل خواهران عزیزم را میگم، از این دروازه شیطان بر شما وارد نشه، چون شیطان بسیار هوشیاره. از راه‌های مختلف وارد میشه، چون میدانه که شما انسان مخلصی هستین، انسان موحدی هستین، میخواد از این طریق باز بر شما داخل بشه تا ای که شما از یاد گرفتن علم یا از تصحیح تلاوت شما یا از تصحیح علم شما شما رو باز داره. مواظب این موضوع باشید، مبادا شیطان از این را بر شما یا بر من یا بر هر کسی دیگر داخل بشه، چون شیطان راه‌های مختلفی داره. علما رحمهم الله کتاب‌ها در این مورد نوشتن که شیطان از چه راه‌ها بر انسان‌ها وارد میشه. یکی از راه‌ها همینه، یکی از راه‌ها همینه که در حالی که مثلا این ریا نمیشه، برای ما میگه که نه اینجا نخوان، پیش فلان عالم نخوان، یا در شبکه زنگ نزن تلاوت نکن، یا در رادیو زنگ نزن تلاوت نکن، چون میدونه که اینجا یک اشتباه هست در تلاوت شما، میخواد که اشتباه ادامه پیدا بکنه، نمیخواد که اصلاح بشه. پس مواظب این نکته باشین. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. سلامت باشین بیننده گرامی، از کجا در تماس شدین و نام مبارک شما بفرمایین. محمد هستم. بله آقا محمد عزیز، بفرمایین از کجا میخواین تلاوت بکنین؟ سوره برادر درس امروز. سوره ای؟ سوره درس امروز.
بسیار خوب، بفرمایید. از آیه 164 شروع بکنین تا اخیر آیه 165. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما برادر گرامی وما انزل الله وما انزل الله وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. تشكر شما، تشكر شما برادر گرامی، جزاكم الله خير. سلامت باشین، تشکر از شما، تشکر. تشکر می کنم از شما برادر گرامی، جزاکم الله خیر، تلاوت شما خوب بود. الله متعال به تلاوت شما برکت بده و ان شاء الله کوشش بکنین بیشتر، هر چی بیشتر تلاوت بشه و تمرین بشه، ان شاء الله که تلاوت زیباتر و خوبتر خواهد شد. تماس بعدی رو میشنویم. ولی سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی، از کجا در تماس شدیم و نام شما؟ از تاجیکستان. بله، بفرمایید برادر گرامی. بیشتر برادر گرامی صدای تلویزیون رو ببندید. السلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. بیننده گرامی صدای تلویزیون رو ببندید. صدای ما را از طریق تلفن بشنوید. بفرمایید. میخوین قرآن؟ از کجا میخواین تلاوت کنین بیننده گرامی؟ این قبل به چی تماس میگم؟ بفرمایین، از کجا تلاوت میکنین؟ از سوره بقره. بسیار خوب، بفرمایین، میشنوین، بفرمایین. خب، تماس بیننده گرامی ما گویا که قطع شد و از آیه 164 تا 169 ما امروز تلاوت کردیم. خواهری در مورد چطوری حفظ پرسان کردن که مربوط میشه به برنامه حفظ قرآن کریم. باز هم بعضی از نکات اشاره میکنن و میتونن که در اون برنامه هم تماس بگیرن و بیشتر از جناب استاد سلیمانی این سوال را بپرسند و ایشان توضیح بیشتر در این مورد خواهند داد. گفتند که سوره های کوتاه را می توانم حفظ کنم، سوره های بزرگ را نمی توانم حفظ کنم. همین خودش که میگه نمی توانم، همین خودش یک نوع تلقین یعنی نادرسته. انسان احیانا بعضی نه، بلکه خیلی از کارها را میتونه انجام بده، اما برای خودش تلقین میکنه که من نمیتونم تلاوت بکنم یا نمیتونم حفظ کنم، نمیتونم فلان کار را انجام بدم. در حالی که پروردگار متعال همین قدرت را، قدرت و توان همین کار را در ما گذاشته، توان این کار در ما هست، ولی نیاز به یک حرکت داره، نیاز به یک جرقه‌ای داره که ما در خود آن را به وجود بیاریم. و الا اگر این که بنشینیم بگیم من این کار را نمیتوانم، خب نمیتوانیم. بگی این کار را نمیتوانم، نمیتوانیم. ولی اگر برخواستیم، حرکت کردیم، گفتیم که این کار را من میکنم، چون الله متعال این توان را در شما داده،
الله متعال این توان را داده. پس بنابراین از آن چی که الله داده استفاده میکنین، خیلی هم درست میتونین. چرا نتونین؟ مگر این کسانی که حفظ کردن از شما چی کم، از شما چی که زیادی داشتن؟ کسانی که میتونن یک کل قرآن را حفظ بکنن از شما چی زیادی دارن؟ ماشاءالله همون خلقتی که الله متعال به اونها داده، همون خلقت در شما هم هست، همان ذکاوت و همان هوشیاری و همان دانشی که الله متعال به اونها داده انشاءالله در شما هم هست. پس بنابراین نیاز به یک حرکت داره که خود شما خود را حرکت بدین و تلقین نکنین بر خود که من نمیتونم این کار را انجام بدم یا این کار را کرده نمیتوانم. خب البته در حفظ قرآن هم راه های متعددی هست که باز انشاءالله به آن توضیح داده خواهد شد در برنامه حفظ قرآن کریم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ بنام عبیدالله. بله. افغانستم از ایران تماس میگیرم. بله بفرمایید آقا عبیدالله عزیز، بفرمایید از کجا میخواین تلاوت کنین؟ سوره بقره تا اولش تا بسیار پنجم، آیه پنجم تا. بله بسیار خوب بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. استاد بزرگان خیلی دعا کن، من چون که خیلی دعا کن برای من، خیلی دوست دارم شما را. جزاکم الله خیر، تشکر از شما، سلامت باشین برادر گرامی، تشکر از شما، شما هم دعا بکنین از دعاهای. خیلی دوست دارم، دست دارم. جزاکم الله خیر، سلامت باشین، تشکر از شما. امروز نمیفهمم که محمد کوچولو و یاسمین کوچولو گمن، اصلا تا حالا هیچ خبری از آنها نیست و برنامه ما هم رو به پایان هست. و ولی ماشاءالله تماس این کوچولوها باعث خوشحالی ما میشه و ما مطمئنم که باعث خوشحالی خیلی ها میشه. خیلی از بینندگان عزیز و گرامی مثل ما خوشحال میشن که این کوچولوها تماس بگیرن و آیات قرآن را از زبان اینها و از دهان اینها بشنوند. واقعا خیلی زیبا هست. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر همه اینها برکت بده و برای پدر و مادرها الله متعال توفیق بده که فرزندان خود را از اول با قرآن کریم آنها را تربیه بکنند. چون اگر فرزند شما با قرآن کریم ارتباط گرفت، بدون شکی همچنان تا اخیر عمر با قرآن خواهد بود و از قرآن جدا نخواهد شد. خب با هم دیگر تماسی را میشنویم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سیزیدادی هستم از تاجیکستان، 5 ساله. ماشاءالله ماشاءالله 5 ساله. میخوای کجا رو تلاوت کنی؟ بله بسیار خوب میشنویم، بفرما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم. آفرين آفرين ما شاء الله، آفرين ما شاء الله ما شاء الله. الله متعال تو رو حفظ کنه. اشتا ما شما خیلی
دارم. ما هم شما رو دوست داریم. تشکر از شما. اما دو شما همچنین. تشکر از شما. ماشاءالله ماشاءالله کوچولو آفرین. واقعا زیبا بود. الله متعال سبحانه و تعالی در عمر شما برکت بده. و الله متعال سبحانه و تعالی شما را در حفظ پناه خود داشته باشه. تمام اطفال و تمام کوچولوها را الله متعال از شر شبهات و از شر فتنه های روزگار الله متعال نجات بده. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. خب تماس بیننده ما قطع شد و برنامه ما هم رو به اتمام هست و فقط آخرین تماس را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله خب تماس آخرین تماس. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. این تماس هم متاسفانه قطع شد. یک تماس دیگر با احمد عزیز آخرین تماس. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. خب بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام شما؟ وصال حق. وصال حق. بله وصال حق است بفرمایید. کجا رو میخواین تلاوت بکنین؟ بیننده گرامی ادامه بدین. صدا از طریق تلویزیون گوش نکنین چون با تأخیر برای شما میرسه. از طریق تلفن صدا ما رو گوش کنین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. متاسفانه تماس بیننده گرامی ما قطع شد و آخرین تماس بود. دیگه نمیتونین از این بیشتر تماس بگیریم. معذرت خواهی میکنم از تمام بینندگان عزیزی که پشت خط ماندن یا به هر حال تماسشان رخ نشد و نتوانستین که تماسشان را وصل بکنین یا نظر به کمی وقت و یا هم موفق نشدن. به هر حال امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه ای من و شما را در پناه خود داشته باشد و برای ما توفیق بده که همیشه با قرآن باشیم و قرآن در زندگی ما باشد. قرآن در زبان ما، قرآن در قلب ما، زندگی در قرآن در زندگی ما، قرآن در رفتار ما، قرآن در کردار ما، قرآن در گفتار ما، قرآن در همه چیز ما باشد. و بدون شک که یک مسلمان باید این گونه باشد، همیشه با قرآن باشد و در روز قیامت این قرآن برای شفیع قرار بگیره. این قرآن در پیشگاه خدا استاد بشه، بگه یا الله این با من بود، این با من بود، من شفاعتش را میکنم. و الله هم چون قرآن کلامش هست، الله متعال میپذیرد و این شفاعت را قبول میکند. بینندگان عزیز و گرامی تشکری میکنم از همه شما که از اول برنامه تا حالا با ما همراه بودید و از تمام بینندگان عزیز و گرامی که ما را تحمل کردند تا حالا تشکری میکنم. و همچنین جای دارد که از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی هم تشکری بکنم که زحمت کشیدند و برادران دیگری که در اتاق کنترل با ما بودن. الله سبحانه و تعالی برای همه جزای خیر بده و این زحمت کشی آنها را الله تبارک و تعالی در میزان حسناتشان حساب بکنه و الله سبحانه و تعالی ما را همیشه با اسلام و با قرآن داشته باشد و با اسلام و با قرآن الله متعال ما را از دنیا ببرد و ما را از دنیا الله سبحانه و تعالی رخصت دهد. تا برنامه بعدی که در خدمت شما خواهیم بود، همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوقا إلى المولى أتاي.
أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله.